زینب قبیشاوی در صفحه نخست از نحوه نشستن عیسی کلانتری و آینه تمام نمای رابطه حکومت و شهروندان بدین گونه نوشته است از همان لحظاتی که وارد جمع خبرنگاران شد و آنطور که نباید و خیلی طلبکارانه روی صندلی نشست انتقادها به او شروع شد نقد ایسا کلانتری رئیس سازمان محیط زیست به نحوه نشستن او روی صندلی آنقدر زیاد بود که در مواردی خبر او به جای اتوبوس خبرنگاران و کشته شدگان حادثه به صدر اخبار راه پیدا کرد عصر چهارشنبه اتوبوس حامل 21 خبرنگار که به دعوت سازمان محیط زیست برای بازدید از یک تونل به ارومیه سفر کرده بودند بعد از بازدید از تونل در یکی از جاده های فرعی که سنگلاخ هم بوده واژگون شد و در این حادثه دو خبرنگار جان خود را از دست دادند و باقی خبرنگاران مستوم و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند ایسا کلانتری رئیس سازمان محیط زیست روز پنج شنبه و بعد از واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست در ارومیه در جمع خبرنگارانی که به صورت سرپایی مداوا شده و به هتل برگشته بودند حاضر شد و به همراه بادیگاردهایش با جست نامناسبی روبروی خبرنگاران نشست نحوه نشستن کلانتری سوژه رسانه ها شد به رغم اینکه برخی از نزدیکان کلانتری به دفاع از او برخواستند و دلیل طرز نامناسب نشستن رئیس خود را مشکلات مربوط به کمردرد عنوان کردند اما این توجیه ها قادر نبود از خشم مخاطبان و خبرنگاران بکاهد زبان بدن کلانتری به گفته برخی طلبکارانه و برخی دیگر معید نوع مدیریت او بر محیط زیست کشور بود انتقادها به معاون رئیس جمهور در شبکه های اجتماعی به ویژه توییتر شدت بیشتری داشت. صادق لواسانی یکی از کاربران توییتر با انتشار عکس ایسا کلانتری نوشت کاش یک نفر تو را با این همه غرور از صندلی پایین بکشد تا بفهمی روبروی عزادار و درد کشیده معدب بنشینی و خدم و حشم مثل بادیگارد پشتت نیستد. کازم کاربر دیگر توییتر با نقد زبان بدن کلانتری نوشت زبان بدن گاهی گویاتر از هر سخنی است طرز نشستن مسئول مملکت که برای تسلی آمده آینه از نسبت و رابطه حاکم و شهروند است امین کاربر دیگر این شبکه اجتماعی هم در انتقاد به این حرکت نوشت این ایسا کلانتری حتی فهم درست نشستن جلوی خبرنگاران زن داغ دیده رو ندارد و متاسفانه مسئول یکی از مهمترین سازمانهای مملکت هم هست مصطفی شانچی عکاس و خبرنگار با انتشار میم هایی از تصاویر فتوشاپ شده ایسا کلانتری در اینستاگرام نسبت به طرز نشستن رئیس سازمان محیط زیست کشور اعتراض کرد و نوشت قسمتی از فعالیت های ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور جناب دکتر کلانتری در زمان رویارویی با معضلات زیست محیطی مازندران که بنده فقط بخش کوچکی از آن را گزارش تهیه کردم ایسا کلانتری پیش از این به واسطه اظهار نظرهای جنجالیش برای خود دردسر تراشیده است. او چندی قبل درباره صرف جویی در انرژی در گفتگوی اعلام کرده بود مردم واقعا باید همکاری کنند. دمای 24 درجه برای زندگی کردن مردم در خانه کافی است ولی مردم در خانه میخواهند لخت شوند و دما را افزایش دهند که این در مصرف انرژی موثر است. مردم در رختخواب لخت شوند، در اتاق نشیمن لباس بپوشند. بسیاری از فعالان شبکه های اجتماعی نیز همان زمان به این سخنان واکنش نشان دادند و گفتند جناب عیسی کلانتری فرمودند مردم در رختخواب لخت بشوند در پذیرایی لباس بپوشند چشم قربان در مورد حمام ما نظری ندارید با لباس بریم یا بی لباس؟ پیش از آن هم مصاحبه ای از کلانتری درباره خمینی منتشر شد در این مصاحبه که به گفته کلانتری تاریخ آن به سه سال پیش باز می گردد خبرنگار از ایسا کلانتری میپرسد، فکر می کنید بین امام و آمریکایی ها مذاکره صورت گرفت او در جواب می گوید نمی دانم، خبر ندارم شاید به این صورت بشود گفت که حضرت امام فرزند ناخلفی برای آنها بوده آنها پشت شاه را خالی کردند و حضرت امام هم از این فرصت استفاده کردند بعد از انتشار این مصاحبه انتقادها به سمت او روانه شد و باعث شد از موزه خود عقب نشینی و عذرخواهی کند اما با این حال در اسفند ماه سال قبل او به چهار ماه حبس تعزیری و منع عضویت در احزاب و گروه های سیاسی به مدت دو سال همچنین به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اسهان عمومی به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در دادگاه کیفری محکوم شد سیاست عبارت است از رابطه خاصی از حکمرانان و مردم یک نظام سیاسی بر اساس نسبت متقابل مردم و حکمران در آن تعریف می شود مثلا در نظام های دموکراتیک حکمران نماینده اکثریت مردم است و مردم نسبت به او موضع بالادست را دارند و در صورت عدم رضایت از عملکرد و سخنانش می توانند بدون خشونت بر کنارش کنند حکمرانان در جهان باستان توسط اشراف انتخاب می شدند و منافع آنها را نمایندگی می کردند. چون این حکومتی را آریستوکراسی یا همان حکومت اشراف می نامیدند. بر اساس این نو سیاست اشراف دارای برتری نژادی و خونی هستند و نسبت به مردم عادی و بردگان برتری دارند و هر گونه صلاح دیدشان است باید با مردم تا کنند. در کنار آریستوکراسی حکومت ثروتمندان را داشتیم که پلوتوکراسی نامیده میشد که همان حکومت زر و زور معنا می دهد که بر اساس آن معتقد بودند هر آنکه ثروتش را دارد باید حکومت بکند مردم هر دوی این حکومت ها زیر دست بودند و حکمرانان اختیار تام داشتند. مسیحیت و قارون وستا حکومت اشراف را تغییر داد و باعث شد حکومت های مطلقه روی کار بیایند. در این نوع حکومت ها پادشاهی که پاپ تاییدش می کرد سرور مردم می شد و نمایندگان پادشاه که همان فعودال ها بودند در هر منطقه حکومت می کردند و حکومتشان چون این ای با زیر دستی و بالا دستی را باز تولید می کرد. اما در هر حال در شیوه حکمرانی فئودالیز پادشاه توسط فئودالها محدود میشد و فئودالها با خطر شورش مردمی مواجه بودند و بنابراین مردم تا حدی در سیاست دخیل بودند اما پس از عصر روشنگری و دوران اصلاح دین شیوه های مردم نهاد حکومت در اروپا و آمریکا جایگزین شدند و در تمام آنها محوریت به مردم داده شد دیگر مردم اصل بودند و حاکم خود را خدمتگزار مردم معرفی میکرد و نه سرور آنها حکومت های مردم نهاد و ملی با انقلاب های سیاسی قرون 18 و 19 بر سر کار آمدند و انقلاب کبیر فرانسه پایانی بود بر نظم کهن و شیوه های حکمرانی باستانی که حاکم را شبان میدانستند انقلاب مشروطه ای ایران نیست متأثر از همین رویدادها و این نوع نگرش به سیاست شکل گرفت و شکوفا شد اما از همان ابتدا با کج های فراوان مواجه شد نبود ساختارهای مردمی و سیاسی با است شکست پروژه سیاسی مشروطه شد آنچه مشروطه را پیچیده تر می کرد مفهوم حکومت و حاکم در ایران بود که زمینه متفاوت از غرب داشت به همین سیاق در سیاست حکمران ولی و سرور است و مردم رأیت. حکمرانان ایرانی با همین سنت تاریخی رؤایا یا مردم را جزئی از اموال خود میدانستند چون این دیدگاهی در جهان پیشا صنعتی طبیعی به حساب می آمد و حکمران بر اساس طبع طبیعی خود مجاز به رفتارهای توهینآمیز با مردم بود چون این پیشینه ضد مدرنی نهایتا با شکست مشروطیت شد بنابراین آنچه باقی ماند ملغمی از حکومت پیشا مدرن و مدرن بود حاکمرانان پسا مشروطه در ایران از طرفی خود را خدمت گذار مردم معرفی می کردند ولی در عمل وقعی به خواسته های آنها نمی و با بیرحمی تمام جنبش های مردمی را سرکوب می کردند. جنبش های اجتماعی در ایران معاصر غالبا خصلتی ضد اتوریته داشته اند و در صد سال اخیر بسیاری از نخبگان مبارزان و مردم عادی برای اعاده حقوق مردمی و دموکراتیک خود جان دادند اما تناقض اصلی این است که در عصر مدرن و پس از تحولات بزرگی مانند انقلاب مشروطه جنبش ملی انقلاب 57 و هفت و دیگر جنبش های مردمی و اجتماعی معاصر ایران هنوز مردم رعیت دیده شد. طرز نشستن کلانتری، سیلی اننابستانی، خودت به مال قاضی زاده، پفیوز جهانپور و مهمتر از آن، سکوت هم قبیله های آنها همه در یک قاب است. همان چارچوب اختلاس های میلیاردی، بریز و بپاش در بودجه، راندهای های کلان اقتصادی و مدیریت های رفاقتی. نگاه چهل و خورده ساله ارباب رعیتی به ملت. سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال رو انتخاب کردید. فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید. پیروز باشید و تندرست.